خب بریم به شهر سان فرانسیسکو، جایی که دقایقی پیش دادگاه نیما مؤمنی متهم در پرونده قتل بابلی بنیانگذار اپلیکیشن کشاپ در این شهر برگزار شد. همکارم امیر گیتی از محل دادگاه با ما همراهه. امیر برام بگو که چه گذشت در دادگاه امروز؟ مهتاب، دادگاه همچنان هم ادامه داره. بعد از اینکه بارها و بارها این دادگاه به تعویق افتاد، حتی آقای مؤمنی چند وقت پیش وکیل خودش رو تعویق کرد، یک تیم وکلا رو از فلوریدا استخدام کردش، امروز بالاخره دادگاه برگزار شدش. پیش از آغاز دادگاه خانواده آقای مؤمنی، مادر آقای مؤمنی به همراه تیم وکلا در محل دادگاه حضور پیدا کرده بودند، اونجا با هم صحبت می‌کردند. تعداد بالای خبرنگار که امروز در اینجا حضور داشتند نشون از این میداد که قرار هست اتفاقی بیفته، قرار هست بالاخره در دادگاه شواهدی نمایش داده بشه. ابتدا قبول دادگاه در شعبه شماره 20 برگزار بشه، بعد درخواستی داده شده بود و قاضی پرونده تغییر کرد، در شعبه شماره 19 برگزار شد. قاضی جدید اجازه نداد که هیچ یک از رسانه‌ها دوربین‌هایی رو به داخل ببرند و تصاویری ثبت بشه. قطعا باید بعداً منتظر تصاویری باشیم که به صورت اسکچ‌ها بیرون خواهد آمد. اما مسئله اصلی اینجاست که قاضی اجازه نداد که خانواده آقای مؤمنی، خواهرشون و به همراه همسرشون از طریق زوم وصل بشن به دادگاه، و اعلام کردش که هر کسی میخواد توی دادگاه باشه باید حضورا در دادگاه حاضر بشه، و درخواست کرد از تیم وکلا، برای اینکه تیم وکلا آقای مؤمنی پرتعداد 4 وکیل هستند به همراه آقای کوهن که به حال در رأس است و به همراه آقای زنگنه، اما گفتش که یک نفر با من صحبت کنه، من فقط یک نفر رو به وکیل میشستم. در ادامه نماینده دادستان از شهودی درخواست کردش که بیان و حاضر بشن. اولین شاهد افسری بودش که به هر حال بعد از تماسی که خود آقای لی گرفته بود با پلیس ضروری امرجنسی 911 در سان فرانسیسکو، در شبی که به هر حال این اتفاق براشون افتاده بوده، بالای سر او حاضر شده بود، گفت من به همراه یک افسر دیگه بسیار تلاش کردم که رو احیا بکنیم. از چاقوی صحبت کردش که در محل پارکینگ نزدیک به محل حادثه و اون جایی که آقای لی رو پیدا کردند صحبت کردش. این همون چاقوی معروفی است که در دادگاه قبلا صحبت شده بود، حالا بهش الان میپردازم. شاهد بعدی که صحبت کردش بازرس ویژه اداره پلیس لس آنجلس، ببخشید سان فرانسیسکو بودش، با یک سابقه بسیار بالا. او اعلام کردش که چاقو رو پیدا کردن در محل، در روز رفته محل رو مورد بازرسی قرار داده. این همون چاقویی است که گفته میشه گویا از ست چاقوهای منزل خواهر آقای مؤمنی کم بوده، و وقتی که بازرسی محلی و منزل رو بازرسی کردن یک چاقو کم بوده. اینجوری که گمان زنی میشه اون چاقوی معروف هستش. او همچنین اعلام کردش که قطرات خون رو دیده در محلی که به حال آقای لی اونجا تماس گرفته با پلیس، بر روی کالباکس و اون زنگ هایی که بیرون ساختمون ها و مجتمع های مسکونی هستش، برای اینکه بتونن دسترسی پیدا بکنن به حالی ساختمون، اونجا لهگوی خون و یا حرکت دستی که خونی بوده پیدا کرده. دادگاه در حال برگزاری است، شهود دیگه هم صحبت خواهند کرد. وکلا آقای مؤمنی هم بسیار جدی دارن سوالات رو از شهود میپرسن، و باید منتظر بمونیم که آیا در ساعات آینده تکلیف این پرونده مشخص خواهد شد یا به روزهای دیگه خواهد کشیدش، و ما باز هم باید منتظر بمونیم ببینیم که بالاخره تکلیف این پرونده جنجالی که تمام رسانه‌هایی که به نوعی با تکنولوژی در ارتباط هستن رو مشغول خودش کرده و تعداد زیادی خبرنگار اینجا هستن، مشخص خواهد شد یا نه. مهتاب ممنونم ازت. امیر میدونم که از صبح زودم چند ساعت رانندگی کردی تا خودتو برسونی به سان فرانسیسکو و این دادگاه. ممنونم امیر گیتی همکارم از محل برگزاری دادگاه نیما مؤمنی در سان فرانسیسکو.